قوانین ایام استغاثه و آدینه روش هشانه رسم دارن که بیدار میشن در اشمورت در پاسی از شب که بگن سلیخوت قسمت های سلیخوت و بخشایش و استغاثه از روش خودش الول به بعد تا روز کیپور. پس قانون خوندن سلیخوت یک رسمه و رسم بین اشکناز اینگونه نیست، بلکه از روش خودش به بعد شروع میکنن که شفار بزنن بعد از تفیلای شخری به عنوان یه علامت و یشم قموت. حالا میگه و هستن جایی که شفار میزنن همچنین اروید و بیدار میشن در اشمورد که بگن سلیخوت در روز اول قبل از روش هشانه. یعنی اشکنازی ها از این هفته روز شبات سلیخوت شروع کردن و اگر واقع شده روش هشانه در روز دوشنبه یا سه شنبه شروع میکنن اون رو از روز اول هفته قبل روش هشانه. و آول آسوره که خارج بشه از خونش به خاطر اینکه بره کنیسا که بشنوه سلیخوت را، چون آول نباید از خونش بیاد بیرون مگر برای کارهای خیلی ضروری، برای سلیخوت نمیره کنیسا به غیر از عرب روش هشانه که اون موقع زیاد میکنن در گفتن سلیخوت، که اون موقع لازمه آول وارد بشه به بیت کنست و دقت کنن به دنبال شالیخ سیبوری که شایسته ترینه و بزرگترینه در تورا و در معصیم، معصیم توبیم. یعنی شالیخ سیبوری که برای این ایام آدم انتخاب میکنه به خصوص صد البته برای خود روش هشانه باید بزرگترین در تورا و در معصیم توبیم باشه که امکان داره برای اینکه پس بزرگترین که امکان داره که پیدا بکنیم که تفیلا بخونه سلیخوت و یمیم نوراییم و اینکه ترجیحاً بهتر 30 ساله باشه، همچنین گمشیه ناسوی، همچنین ازدواج کرده باشه که نه جزء شروطیه که شالیخ سیبور شایسته است که داشته باشه. تو هاروودی ها می نویسن که اگر شالیخ سیبور تلمید خاخامه ولی 30 ساله نیست و یک شالیخ سیبوری هستش که 30 ساله هست ازدواج هم کرده ولی تلمید خاخام نیست، اونی که تلمید خاخامه ارجحیت داره. بله میو کل اسرائیل کشریم هم معزاله کل اسرائیل ها کاشر هستن و فقط این که مورد رضایت جماعت باشه. اگر آدمی که جماعت ازش راضی نیستن یا جماعت راضی نیستن که شالیخ سیبور بشه، اینا دوتا موضوعه. این موقع ممکنه جماعت ازش راضی هن ولی صداش قشنگ نیست، جماعت اذیت میشن که شالیخ سیبور بشه یا هر علت دیگه ای نمیخوان شالیخ سیبور بشه. این آسوره نباید شالیخ سیبور بشه. اما اگر که زورکی تفیلا میخونه جواب نمیدم به دنبال اون آمن، خجالتش نمیدیم ولی به زور آقا من به من بدید آقا من باید بخونم، خودش میره اون بالا میخونه این اونی من خراب آمن آمن جواب نمیدن. حتی هفته هیچ فرقی نداره. چی؟ اگه راضی هن که زورکی نیست دیگه. پس چجوری مردم راضی هن؟ اکثر به دنبال اکثریت میریم دیگه، یا شطوره یا مرغه. شطور مرغه نداریم که هم راضی هن هم راضی نیستن، نمیشه. و خن سریخ شیوسی کل آدم بی تفیلاتو و همینطور لازمه که کونا به بنده که خارج بکنه همه آدم ها رو در تفیلاش و اگر که یه دشمنی داره و کونا میبنده که اون دشمنه رو از یاد خوبا خارج نکنه اون موقع همچنین دوستاش هم از یاد خوبای تفیلاش خارج نمیشن. و یش مقاموت نهگیم بوده همچنین چیزایی حالا خنده داره ولی هنوز هم هست متاسفانه و هستن. نه همچنین که نباید شالیخ سیبورش کنن اگر خیلی تون میخونه. نه وقت باید خودمون بخونیم، خودمون به تنهایی باید بخونیم. و هستن جایی که رسم دارن که کسی که تفیلا میخونه سلیخوت تفیلا میخونه کل روز. بله کل روز اون روزی که سلیخوت میخونه، روش هشانه که سلیخوت نمیخونه. اگه جایی هستش که کنیسا یه سیه دوستان تون خونده بشه یه سیه دوستان آروم خونده بشه، متوسط
لعولم یا ورل آدم درخ امسایی، همیشه آدم راه وسط، نه تند بخونن نه خیلی دیگه چهچه و بهبه، یه چیز متوسطی قشنگ بخونن. نوهگیم لیتنات ارب روششانا، رسمه که رسم دارن که تهنیت میگیرن قبل آدینه روششانا، واجب نیست، به خصوص اگر آدم از آموزش توراش باطل میشه هیچ وقت تهنیت نگیره، یا اگر که شیور میده به تلمیدیم و این باعث میشه که سرحال نباشه بتونه خوب شیور بده، نباید تهنیت بگیره، حتی آسوره. هگا و همه دغدغیم نهگو، و کسانی که دقت میکنن رسم دارن که هر یکی تهنیت میگیره 10 روز و اینگونه خوبه که انجام بدن. بله، و تمام این تهنیت ها رو لازم نیست که کامل کنن، لازم نیست که کامل کنن، یعنی تا خود ست کخاویم لازم نیست به تهنیت بگیرن. و این قریم با هم ویخل، حالا شما امروز این چیزا رو نداریم دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، ویخل نمیخونن حتی در ارب روششانا، چون ویخل تو تهنیت سیبور میخونن و نگاه کن بالاتر سیمان تاف گفت سامخ بد سایف بد، و اگر واقع شده بریت میلا در ارب روششانا میتونن که بخورن، حتی کسایی که تهنیتن و اکثریت رسم دارن، افراد بسیاری رسم دارن که بخورن در ارب روششانا قبل از الوتشخر، به خاطر خوغوت اکوم قوانین گویما که رسم داشتن که تهنیت بگیرن در آدینه جشنشون، و ما به خاطر اینکه اونجوری نشه حتما سخت میگیریم که قبل از الوتشخر سپیده دم غذا بخوریم، و میتونن بخورن بدون شرط، یعنی بدون اینکه شرط کنن که من بعد از اینکه خوابیدم قبل از الوتشخر پاشدم بتونم بخورم، در حالت معمولی شرط میخواد. در هر صورت شبش، چون گویما از شبش شروع میکنن، اگر تو شب بخوره اوکی میشه، شب قبل از الوتشخر. آخر شکر نگو، نظر به این که قبلا رسم داشتن اینجوری. هلاخای گیمل این نفلین ال پنهم برو روششانه بتفیلا، یعنی ویدوی نمیخونن در ارو روششانه در تفیلا، به خاطر اینکه اون مثل سایر ارو یوم تو باس و افلتی شنفلیم ال پنهم بهش مورد، با وجود اینکه نفلت اپایی میکنن در صبح زود در سلی خود، و این توقین به عرف روششانا، تقیا نمیزنن در عرف روششانا. علتش هم اینه که فاصله بندازن بین تقیاهایی که تا حالا میسوا بوده با تقیاهایی که تا حالا نداوا بوده و همینجوری میزدن با تقیاهایی که میسوای امر توراست. قبل از عمود هشخر، بله میشه سبو گرفت که حتی عمود هشخر هم شده بخونه. بله، میگه خلاخای خاف گیمل رو ببینید، افر پیش نفلی مل پنه این بهش مورد میشما به رو میگه، یعنی حتی اگر که کشیده شده در روس، به خاطر اینکه اکثر دفعات عادت دارن که پایان بدن قبل از علاوه تشخر تیغون دادن که نفلت افعیم بکنن، حتی اگر اتفاق افتاد یه دفعه که در روزم به روزم کشیده شد. خب تا قبل از زریخا میتونن بخونن. حلافای دالت تا قبل از زریخا، زریخا میشه طلوع، بله قبل از زریخا. حلافای دالت مخبسین و میستپرین بره روششانا، میشورن لباساشونا و اصلاح میکنن در ارف روششانا. چرا؟ این پایین ببینیم میشنو به روح خافه لهر اوت، به خاطر اینکه نشون بدیم که ما مطمئن هستیم به احسان هشمیت بارخ که خارج میکنه به عدالت قضاوت ما را، و معزالک نپوشه در روششانا بگده ریغما و مشی که ریشار یومتوف، لباسای خیلی ریغما گلدوزی شده و مشی سیلک ابریشمی مثل سایر یومتوفا، به خاطر اینکه باشه ترس روز دین برون، بلکه بپوشه لباسهای سفید زیبا. اشکنازی ها رسانه یه چیزی، یه لباسی میپوشن به اسم کیتل،
لباس کاملا سفیده. ما رسممون این نیست، ما مثل شبات لباس میپوشیم. پس چرا قبلش؟ به خاطر اینکه تو میدراش میگه که معمولا کسی که یه دادگاهی داره، اگر دادگاهی باشه که خیلی مهم باشه از نظر مالی، مثلا فرض کنید که یه مبلغ بزرگی بهش وابسته باشه، یا اینکه صد البته اگر جونش بهش وابسته باشه، تا روز قبلش دیگه حوصله نداره، موهاشو نمیزنه، ریشاشو نمیزنه، لباسشو اهمیت نمیده، حموم نمیره، میترسه، از ترس و نگرانی ناراحته. بله، ولی ما به خاطر اینکه ایمان داریم که هاشم بهمون رحم میکنه، به خاطر همین نه خوب مخبسین، لباس تر و تمیز، حمام استحمام میکنیم، میسپریم، موامون رو اصلاح میکنیم، ریشامون رو میزنیم قشنگ مرتب. خب و یش نوهگیم لیتبول، ادامه شلخان آروخ، و یش نوهگیم لیتبول به عرب روششانا میشون غری. بعضی ها رسم دارن که تویلا میکنن در عرب روششانا به خاطر غری. این رسم مام هست، معمولا سعی میکنیم که عرب روششانا حتی کسایی که تو کل سال نمیرن میغوه آقایون، در عرب روششانا معمولا سعی میکنن که میغوه برن تا با قدوشا و تهورا وارد به اصطلاح موعد بشن. اگر امکانش نیستش که بره میغوه، بره زیرش دوش وایسه و صبر کنه تا حدود 13 لیتر آب، انقدر وایسه تکون نخوره، تا 13 لیتر آب روی بدنش ریخته بشه. با وجود که مهم شعوویمه، آبیه که قانون میغوه نداره، ولی برای غری اینم فایده داره. مهم شعوویمه هم این مقدار فایده داره. شاید 2-3 دقیقه، بستگی به سرعت، به قدرت جریان آب داره. بله، بازم شیر خونه شما ممکنه یه فشار آب داشته باشه، خونه ما یه جو. نه نیم ساعت نیم. بله. نه دیگه اونجوری قسمت نه، یه تمام بدنش شسته شه. بله، نه با گرم هم میشه، ای بینده لازم نید برید زیر سر، سرما میخورید رو ششن رو تو خونه میخواده. آبه بلر تو این تهران که میخوه مردم نیست؟ چرا هست الان نمیدونم، باز الان نه، در حال حاضر به خاطر تعمیرات بسته است. یعنی قبل رو ششن باز میشه؟ بعضی که نیست، بعضی میخوه های زنونه رو مردونه میکنن قبل رو ششن، معمولا لویان این کارو میکنن. خب ویش مقومت نوهگیم للخ علا قواروت، و بعضی ها رسم دارن که عرب روششانا میرن سر قوراها و اونجا استغاثه میکنن و میدن اونجا صدقا به عنیم. و این حلاخ های خافزعین میشنابرورا رو ببینین، میگه چرا میرن به تقواروت؟ چون به تقواروت اون مکان آرامش صدیقیمه و تفیلا قبول میشه اونجا بیشتر، اما قرار نده هدفش رو در مقابل مرده ها، نگه مثلا به مرده، نگه حتی بزرگترین صدیق هم باشه فلان چیز و فلان کار رو برای من بکن یا اینجوری بکن، بلکه طلب بکنه از هاشم اتبارخ که رحم قرار بده بر اون به زخوت صدیقیمی که شخنه آفارن اینجا در این خاک آرمیدن، و یقیف حق وارد و بره دور بزن قبرها را و صدق... منظورش اینه که از قبرها بازدید کنه و بده صدقا قبل از اینکه بگه تخینوت را، و نباید رفت بر یک قبر دو دفعه در یک روز. سر یک قبر دو دفعه در یک روز نمیرن، به خاطر اینکه چه طبق قبالا به نشاما باعث ناراحتی نشاما میشه، نشامای اون کسی که اولم رفت. یک آدم سر دو دفعه سر یک قبر نره در یک روز، نه دیگه اگر دور شده دیگه بر نگرده. یه مسیری مثلا رفته دوباره میخواد برسن سر مثلا یه قبورای دیگه، میگن نه سر یه قبورای دیگه میتونه بره، سر همون قبورای نره، مثلا دوباره دست برگرده منگزه سر اون قبورای نمیتونه بره، دور ازش وایسه ای بنداره، دو متر دورتر وایسه ای شی بنداره. اینی که گل میذارن سر قبورها، این اصلا رسم گویماست، ما همچین چیزی نداریم سر قبر گل بذارن.
اصلا همچین چیزی نیست. مردم نه، به خاطر اینکه اصلا مردی که برای اختصاص یافته باشه برای مرده دیگه اصلا نمیشه روش براخا گفت. گل و نمیدونم بعضی جا رسم دارن میذارن، ولی کلا چی؟ اونم هیچ علتی نداره، ما این کارا رو نمی کنیم. به خصوص به هیچ وجه، به هیچ وجه باید سعی کرد که گل نذاشت. اینا که چون به طبق نظر بعضی از پوسکیم این بحث گل گذاشتن خود حکومه، رسمیه که رسم گویماست، رسم ما نیست. ما نداشیم همچون چیزی سر قبر مرده گل ببرن. خب این بعدها به وجود اومده. اونو به عنوان احترام، اون ضرری نداره شستن قبره. نه نه اونقدر نمیره، مگر اینکه یه همونجا بخواید، همون تویلاییه که گفتیم من این شو بیم اونجا بخواییم بگیریم، یا صد دو صد آب تو قبر نمیره. نه نه نره نره چی؟ بغل جایی که آب بره نباید دفع کنن. خب مثلا اگه یه آدم راشایی باشه یا ما ازش بعدمون بیاییم بعدش بعد اون بیاد ازش مثلا میشه دوبار ازش رد شو از قبرش این کارا رو نکنه. خب سیمان بعدی، این یه رسمی بوده قدیم به خاطر اینکه حتما سنگ یک پارچه نبوده سر قبرا، و به خاطر اینکه قبرا مشخص باشه همینجوری یه حالت تپه مانندی رو قبرا ایجاد میکنن از سنگای کوچیک. خب و معمولا هر کسی میرفته سر اون قبره یه سنگ هم میذاشته اونجا که اینجا اینجوری هی جمع میشده و هیچ وقت برداشته نمیشده این تپه که فکر کنن که از بین بره مثلا اینجا قبر نیست، چون این حالت قبر رو حفظ بکنه. از اون موقع این رسمه مونده. نه نیست، این رسم امهار ساست، اینجوری اینجوری بکنن یا بگیرن ماچ کنن قبر، این حرفا رو ما نداریم. حالا قبورا رو دیگه بیایید بیرون دیگه بریم جلو. چی؟ تفیلا نمیشه خون، استغاثه میشه کرد، تفیلای لخش نمیشه خون. خب به اثر دیمه تشووا عمر حمل خقادوش در ده روز تشووا، یعنی از بعد روش هشانه تا کیپور میگن حمل خقادوش در براخای سوم، و به جای ملک و افساد و قامشباد میگیم حمل همیشباد. و اگر اشتباه کرد یا یعنی اینکه شک داره، اگر اون در حمل خقادوشه و اشتباه کرد برمیگرده اول لخش، چون سه تا براخای اول یکی محسوب میشه، و اگر توی حمل خقادوش اشتباه کرد، اگر بلا فاصله تخ کرده دیبور اصلاحش کرد سری در عرض دو ثانیه عیبی نداره، ولی اگر نه باید برگرده از اول. و اگر در حمل خمیشپاته، اگر یادش اومد قبل از اینکه جاکن کرده پاش را یعنی اوسه شالوم بگه، برمیگرده به براخای هاشیوا شفتنو و میگه از اونجا به بعد به ترتیب. بله. و اما اگر که فراموش کرد با تا اینکه برگشته عقب، دوباره باید برگرده و لخش بخونه خوزر لروش، برمیگرده به اول. اگر گفت های لقدوش و تخ کده دیبور، و به اندازه تخ کده دیبور یعنی به اندازه این که بگه شالوم علیخا ربی دو ثانیه، یادش اومد و گفت حمل خقادوش، لازم نیست که برگرده، و همین قانونه در مورد حمل خمیشباد. در شبات وسط اثر دیمه تشووا، در عربیت شبات، در براخای منشوه، براخای منشوه براخاییه که بعد از لخش عربیت میخونه شالی اخسیبور، فقط میگن حمل خقادوش این کاموهو، همینجوری میگیم حایل خقادوش این کاموهو و منی اخ لعمو بیوم شبر قدشو، ولی توی اثر دیمت شما میگیم حمل خقادوش این کاموهو. و همین قانونه، اگر واقع شده روش هشانا در شبات و خاتمه میده با مال شبات فقط، یعنی دیگه چیز روش هشانا رو نمیگه، و همینطور وقتی که واقع شده یوم کیپور در شبات. یش نو هگیم، بعضی ها رست بارن که چی؟ بر نمیگرده، حمل خقادوش بر نمیگرده در مورد
در مورد براخای منشه و ببینین میشنو به رای یود میگه و ایمتا و اگر اشتباه کرد و گفت های لقدوش هست نظراتی در اخرانیم آیا لازمه برگرده یا نه و فقط اگر پایان داده براخا رو، اما اگر یادش اومد قبل از اینکه پایان بده شروع کنه دوباره از همه رخ قدوش و ما قانون داریم صافک براخود لاغل، به خاطر همین اگر براخا رو گفته دیگه بر نمیگرده. یش نوهگیم لیت پلل به روششانا و یومکی پورین بیخریا. بعضی رسم دارن که تفیلا میخونن در کل روششانا و روزه کیپور به حالت کریا تعظیم، یعنی کل لخش اینجوری حالت تعظیم هست و لازمه که اونها بلندشن در پایان براخاها، یعنی باید پایان براخاها بلندشن که معلوم باشه که جایی ها که تعظیم باید باشه که اینجا به اون علت داره تعظیم میکنه، یعنی قبل از این که برسه مثلا به باروخ حتی هشم ماگن ابراهام بلند میشه میگه باروخ حتی هشم، حالا دیگه بر نمیگرده دیگه بلند شه، البته هشم هم بلند میشه دوباره بر میگرده، این رسم ما نیست در رسول همین هشمش باید بلند شه. بله بله املو امر زخرنو و میخاموخا. یه متنهای دیگه هم هستش که در تفیلای لخش در اصحای دیمه تشوبه اضافه میکنن زخرنو لخیم لخافس و خیم یا میخاموخا فراخمیم زخر یسوه و خمیم و خیم یا کتفنو به سفر خیم تویم. اگر اینا یادش رفت این مخذیرینو تو برش نمیگردونن، یعنی اگر مثلا زخرنو لخیم ها یادش رفت اگر هنوز به براخایی نرسیده و اسم هشما نگفته بر میگرده، اگر باروخ بعدش رو گفته باروخ حتی هشما گفته دیگه بر نمیگرده، و حتی اگر عقب نرفته هنوز فقط پایان داده اون براخارا دیگه بر نمیگرده و همین قانون اگر که نگفت اختوبل خیم تویم و اوصف خیم براخار شالوم که آخر لخش گفته میشه نیز قانونش همینه. میگه در تفیلا و تیتن لانو اتیوم هزیکارون هزه، ما در روش هشانه میگیم و تیتن لانو اتیوم هزیکارون هزه، روز یاد بود، نمیگیم اتیوم روش خودش هزه چون به تخماته این مانه، میگیم یوم هزیکارون شامل روش خودش هم میشه که میشناب رای یودخت هم همین هم میگه، میگه و ذکر نمی کنه روش خودش ها که وقتی که میگیم یوم هزیکارون ایستاده نیز بر روش خودش که روش خودش هم زیکارون خونده شده، همونطور که پاسخ میگه او معده خیم او راشه خودشه خیم و یولا خیم لزیکارون قرطم بخصوص روت الوروت خیم و زیخه شلمه خیم و یولا خیم لزیکارون. خب یکم ما سری میخونیم به خاطر اینه که به همش برسیم، کم همه میفهمن مشکلی که نیست. خب دیگه میشنو به روش هم نمیخونیم چون اگر بخوایم بخونیم نمیرسیم. رما میگه، ماران که نمیگه، ما طبق ماران میریم. خب هلاخای خط زین ایم خال بخول، اگر واقع شده روز روششانه در خول میگه یوم تروها میقرا خودش، اگر واقع شده در شبات میگه زیخرون تروها، یاد بوده تروها چون شفار تو روششانه نمیزنن در شبات. این عمر معدیم رسیم خواه اگه موزمانیم لساسون، تو روششانه نمیگه معدیم رسیم خواه اگه موزمانیم لساسون و همینطور نمیگه و حسینو و در تفیلای موساف نمیگه وین آنو یه خلیم لعلوت ورده راوت لفانخا، به خاطر اینکه اینا فقط ما توی ستا ماهد پسخ و شاوت و سوکا میگیم که خیوب علیالارگل وجود داره و در روششانه علیالارگل ما نداریم، شالوش رگالیم فقط داریم. اینا این متن این که ما نمیتوانیم بالا برویم و ببینیم روی اطرا، یعنی نمیتونیم بریم تو بتنگاش، فقط کی میگیم توی شالوش رگالیم، بلکه ما میگیم و ما نمیتوانیم که انجام بدهیم وظایف ما رو در مقابل تو، یعنی نمیتونیم قربانی هایی که باید بیاریم بیاریم و خاتمه میدیم ادوارخایمت حلقای تت. با وجود اینکه تمام ایام سال تفیلا میخونن به آرومی، در روش هشانه و روز کیپور رسم دارن که تفیلا میخونن با صدای بلند، این رسمه تو ایران هم بوده که لخش ها شالیخسیبور، الان هم خیلی جا هستش که لخش و شایخسی برو بلند میخونه دوباره برمیگرده خزاران میخونه، ولی مردم بلند نمیخونن. خب بعد میگه اول حت اوت، چرا بخواد این ریشه این رسم در این بوده که اکثر مردم سیدور نداشتن و تفیلا هم وارد
نبودن. به خاطر همین بلند میخونن که مردم بشنون کلمه به کلمه باشون بخونن. اما در ضمن میگه اول حت اتلو خیشنان و اینکه به اشتباه بیفتن ما نمیترسیم. نظر به اینکه شمسویم به یادام مخزوریم. در دستشون هم مخزوره و از روش نگاه میکنن. حالا با وجود اینکه وارد نیستن این اشتباه نمیکنن. هگا و رسم دارن که هر یکی میگه به دوستش لشانات و و تیکاتف. این چون مهمه قسمت میشنابروراشو میبینیم. میگه با صدای بلند میخونن به خاطر اینکه توسط این میتونن تفیلا بخونن بیشتر با کوانا و معذارک نباید صداشو بیش از حد بلند کنه. این رسم طبق قبالا طبق آریزال نیست. ما در مواردی که ارتباط با تفیلا داره مثل ها آریزال میریم. مواردی که یعنی ما نسخه تفیلامون هم حتی مثل ها آریزاله، ولی سایر مواردا اگر ها آریزال با ماران بحث داره ما همیشه مثل ماران میریم. چی؟ نه مواردی که ارتباط با تفیلین که چی؟ اون مهم نیست، اون فرق نداره، اون رسومات. مواردی ها که ارتباط با تفیلا داره و نسخه تفیلا ما مثل ها آریزال میریم. مواردی ها که ارتباط با تفیلا نداره یعنی سایر موارد ما باید مطابق ماران شولخانا روخ بریم. خب این رسم ما جلوشو نمیگیریم. خود آراودی هم نمیگن جلوشو بگیریم، میگن جایی که همه جماعت حاضرن و مخلوقت پیش نمیاد و همه میگن اوکی یه بی نداره آروم بخونیم، اینجوری آروم میخونیم. ولی اگر که نه آروم بخونن یکی داد میزنه از اون آقا چرا آروم میخونی و دعوا میشه و جنگ میشه، آسوره که رسم رو باطل کنن. خب یه ذره بلندتر میخونه. این قیدا پیدا هر کسی باید موظف بخونه زمانی که بلند میخونه. بله بله، نه با هم میخونن میرن جلو. خب سیمان تاو قوفه گیمل، چیزایی که رسم دارن بخورن در شب روششنا. رسید به جای خوشمزهش. یه آدم رگیل خل به روش هشانه، آدم عادت داشته باشه که بخوره در روش هشانه روبیا، همون لوبیاست که تیلتانه، کرتی، تره، سیلقا، چغندر، تمره، خورما، قارا، کدو. و وقتی که میخوره لوبیا را بگه یه راسون شیر بوزه خویوتن و کرتی بگه یه راسون شیکار تو سونه نو به اویوینو قطع بشن دشمنان ما. سیلقا وقتی میخونه بگه ای سلق و ایوین و دورشن دشمنان ما. تمره بگه ای تمو سنن و تموم شن دشمنان ما. قارا کدو میخونه بگه ای قارا اگه زردینن و پاره بشه حکم بعد ما و خونده بشه در مقابل تو زخویاتمون. خب در علت این چیه؟ علتش این در گمارا اومده که اینا سیمانیمه، یعنی به عنوان نشانه خوب ما تفیلایی ها که میخواییم بخونیم چون اینا اسمشون شبیه اون موضوعیه که میخواییم بخونیم از اسمشون استفاده میکنیم برای تفیلا. و حالا میشنابه روی پسک جالبی میده توی حلاخای آلف صحیفتان آلف میگه وهو هدین من شنیقا بیشونا دخلیم لشون رویا یخر. و همین قانونه، چیزی که خونده بشه در زبونهای دیگه لفظ زیاد شدن بخوره، هر کشور و کشوری مطابق زبونش. یعنی مثلا اگر ما یه چیزی در فارسی داشتیم که مثلا یه میوهی بهش میگفتن مثلا چه میدونم زیاده، مثلا میگفتیم اونا بخور. خب یعنی و تکیه بدیمش بعد یه تفیلای بخونیم بگیم یه راسون شه یه بخوره. مثلا این جایی به نداره ببینه، فقط تفیلا رو بخونه و ببینم کافیه. اصلا تو گمارا ننوشته بخوره، در گمارا نوشته که یقخ بگیره. متوجه این؟ حالا بگیره یعنی داشته باشه وقتی تفیلا رو داره میخونه. خب حالا رسمه که میخوره، این هیچ جایی به نداره و به عنوان یه قانون هم نیستین. متوجه این؟ به عنوان یک قانون نیست، بلکه به عنوان یه چیزی که بهتره. ترم رسمه که نمیخورن، چون رسمه در روش هشانه چیزای تند و تیز و شور و تلخ و ترش و اینا رو نمیخورن. نه نه خب جا شوش هم هست. بله رسم سفارت
نه همونه. هگا میگه و اصلا که رسم دارن که بخورن تپو احماتوک سیب شیرین در عسل. چرا میگه سیب شیرین؟ چون سیب ترش نه، چیزای ترش نمیخورن. و میگن تیت خدش آله نوشانات و وام توغا، تازه بشه برای ما سال جدید و شیرین. و همین گونه رسم دارن و اصلا که رسم دارن که میخورن ریمون انار و میگن نروه زخویات کاریمون، زیاد کنیم زخود مثل ریمون. یا متنای دیگه هم هست، این متنا حتما نباید یه متن باشه، متنای مختلفی هست در این موارد. یه ما متنمون اینه ایربو زخویاتن و کاریمون، یعنی زیاد شود. اشکنازی هم میگن ما زیاد کنیم زخود مثل ریمون، اونا بیشتر روی کارشون تکیه میکنن، ما میخواییم مجانی نروه زخویاتن و کاریمون زیاد بشه، زخود هم مثل ریمون، زیاد نمیخواییم زحمت بدیم به خودمون، خود به خود. خب چی؟ ترش نه، ترش نخوره. و رسم دارن که میخورن گوشت شامن یعنی چرب و کل مینه متیکا و انواع شیرینی ها و چیزای خوشمزه، همش جزء همین رسوماته. اخلیم روش کبس، میخورن سر گوسفندا و میگن نیهل لروش و لول زاناف، باشیم به سر رئیس و نه دوم. دوم رأس، رأس باشیم، سر باشیم، دوم نباشیم، یعنی بله اول باشیم آخر نباشیم. تو پیرقاوت میگه که هوه چی؟ هوه روش لشوع، هوه زناب لعرایوت ول تهی روش لشوالین، یعنی چی؟ دوم شیر باش، سر شغال نباشه. یعنی چی؟ کلیله دمنه است؟ منظور چیه؟ که بهتره که آدم دیر دست افراد بزرگ اینو باشه. دقیقا همینه. یعنی مثلا شما فرض کنید مثلا یکی میبینه برای یک کنیسای مثلا دور افتاده، اونجا به عنوان راو کنیساش میکنن، او خزاق باروخ داراش فلان بفرما بالا. خب این میشه رشل شوالیم، سر میشه سر برای شغالا. خب نره این کارو بکنه، بهتر زناب لعرایوت باشه، بره یک کنیسایی که تورا یاد بگیره، تعمید خخامیم هستن، با وجود این که هیچ کس اصلا تعبیلش هم نمیگیره، سر برای شغال نباشه، بلکه بهتر دوم برای شیر باشه. خب پس اینم این لفظ روش و زناب هم همینه، میخورن روش کبسا که بگن نیه لروش لول زنا و یادبود عیل ایسکاقاوینو، یادبود قوچ ایسکاقاوینو، که اگر که روش کوس بود اینا میگیم، اگه نبود نمیگیم. یشم دقدقیم هستن که دقت میکنن که نمیخورن اگوز گردو در روش هشانا، چون گردو در گیمتریا خته، که الان این پایین مینویسه که بدون آلف. و اود شهم مربیم، و باز این که زیاد میکنن کیخام نیا، گردو باعث میشه که خیلی به اصطلاح ترشحات بینیش زیاد بشه و مزاحم تفیلا بشه. و الخیم الهنهار، و میرن رسم در روششانا میرن به کنار یک نهری که بگن پاسوق و تشریخ بیمسولوتیام کل خطوتن. اون یه رسمه، خب به خاطر اینکه عقدای اسحاق در روز روششانا بوده و یه میدراشی هستش که میگه ابراهام آوینو با اسحاق، با اسحاق آوینو تا سر بینیشون رفتن تو رود، به خاطر اینکه از ساتان مثل یه رودی در برابرشون شده بود، با این وجود به خاطر اینکه می‌خواستن از اونجا بگذرن هاشم گفته بود برو هرموریا. رسم هم از چون این عقدا در روش هاشانا بوده، ما هم در روش هاشانا میریم کنار نهری یا رودی، اینجا که یه ظرف می‌ذارن توش یه شیلنگ باز می‌کنن، حالا اینم بالاخره یه نهر کوچیکه. بله نه من مای مخصص آسوره این کار نبود. چی؟ اون بر طبق قبالاست که بهتر جایی برن که ماهی باشه، ولی نه که بیان یه دونه یه ظرف بذارن یه ماهی چشم اندازن، اصلا ماهی مقصه از لرزه خشش های دیگه داره بمیره، صدا بشه سید کردن نمیشه، نباید این کارو کرد. خب بعد چی؟ چرا چایی بذاره؟ نکی کسی رو کوله کسی نرفت، اردشون پیاده. خب بعد میگه رما میگه که بگن تشلیخ بیمسولوتی هم کل خطوتنو، این پاسوقه، بی انداز در
اعماق دریاها خطای ما رو. بر طبق قبالا یه تیغون بزرگ خیدا نوشته که کلی قسمت از زوهر و ایدرا و اینا آورده. اینا خوندنش واجب نی، اگه کسی نمیتونه بخونه، حالشا نداره، وقتشا نداره، دیر میرسه، اینا در همون پاسوق به تشریق بین سلوتی هم کل خطوتن و شلام علی اسرائیل بای. خب وگم نوهگیم و همینطور رسم دارن شلولیشون به یوم روششانا که نخوابن در روز روششانا، و رسم خوبیه چون روز روششانا روز دینه، آدم باید خرید از دین داشته باشه، ترس از دین داشته باشه، بگیره بخوابه، دارن قضاوتش میکنن این گرفته خوابیده. از جنبه دیگه هم توی یروشلمی میگه که کسی که توی روش هاشانا میخوابه این سیمان بدیه برای کل سال، نشونه بدیه که مزالش هم میخوابه. خب از این نظر بلی کسایی که خسته میشن میتونن بعد از ظهر به بعد بخوابن، تا ظهر نخوابن بله بعد از ظهر. یعنی شب روششان یه فرداش مثلا روششان ها نباید بخوابه بعد شب بعد؟ نه خود روز روششان ها رو داریم میگیم، خود روز روششان ها. یعنی روششان که الان مثلا صبح میره شفار گوش میده شبش؟ نه روز بعد از اینکه شفار گوش داد اومد تو خونه نخوابه، شب بره قشنگ بخوابه، تو روز نخوابه. سه در قریت توره در روششان ها، ترتیب خوندن توره در روششان ها، نمیگن هلل در روششان ها و روز کیپور به خاطر اینکه روز دین قضاوته و شایسته نیست که ما بیایم هلل و آواز و اینا بخونیم شادی بکنیم. و رسم دارن که بگن آوین و ملکنو را به ترتیب و این هو شبات، اگر شباته نمیگن اون را، البته مخلوقته، بعضی جا رسم دارن که شبات هم میگن، دعوید که ما روید و دعوید که ما روید، هر جوری رسم و محله یک چیز داره تکیه بکنه، چه اگر رسمشونو که بگم بگم، رسم ماست که میگیم. معریخیم به پیوتیم و تفیلوت و طولانی میکنن با اون پیوتیم شعرها و تفیلاها تا خسو، تا نیمه روز. بله حلل نمیخونیم، پیوتیم میخونیم، شیرام میشه، حلاخای بت فقط حلل نمیخونیم، مستم میشه. مسیحیم شنه سیفرتور، نه مستی که دیگه، مستی که یکم خوشحال بشه و کابوده در صورت یومتوبه میشه، میشه اون خوبه، همون صبح روششان میشه مستی که خوشحال شه، ولی مستی که یه دفعه لاینقل بشه و یه دفعه بزنی به سیم آخر و پاشه هوار بکشه داد و بیداد بکنه یا اینکه شوخی بکنه، این نه همچین حالتی نده. مستی که آدم همیشه هیچ وقت اصلا اونجوری مست نکنه، آسوره. مستی که بتونه خودشو کنترل کنه. خب هلاخای بت موسین شنه سیفرتورا به خاط قرین، دو تا سیفرتورا در روش هاشانا خارج میکنن، در یکی از سیفرتورا میخونن از پاسوق و هشم پاقد ات سارا، که هشم استجابت کرد به یاد آورد سارا را و بهش بچه داد، اسحاق اوینو به دنیا اومد، که این به خاطر اینکه در روز روش هاشانا بوده این پقیدای سارا، ما اینو میخونیم. و اسحاق کی به دنیا اومد؟ کی میدونه اسحاق کی به دنیا اومد؟ پونزدهم نیسان به دنیا اومد. نه پونزدهم نیسان، خب میگه بچه داری، نمیگو الان به دنیا اومده که. خب تا بعد از وی اخر هدواریم هایله، و اگر شبات میخونن هفت نفر در اون، و هفتارا میخونه یعنی مفتیر میخونه در پاراشای پینخاس و خود ششوی که در مورد روششاناست، و هفتارا میخونن و ای شخاد مین هاراماتایم که در مورد شموئله، که شون به خاطر اینکه خنا هم حامله نمیشد مادر شموئل و در روز روششانا بود که پقیدا شد. خب تا ویارم قرن مشیخو هگا، و اصلا جایی که رسم دارن که میخونن اون توقعه را در زمره اون پنجتا نفری که علیال سفر تورا میکنن، یعنی این چیزی که میگن کسی که تقیا میکنه باید حتما براخا تورا بگه، نیست همچین چیزی بعضی ها، ولی رسم دارن که جزء یکی از اون پنجتا براخای کسایی که براخا تورا میگن باشه، نه جزء مصیف. حخووشیم به بتا اسوریم، آدمایی که متاسفانه زندان هستن،
نمیارن پیش اونها سفر تورا، حتی در روش هشانه و کیپور، چون احترام سفر تورا نیست که ببرن اونجا. شفار میزنن مالین بین قریت هتورا. اگر بریت میلا باشه در روز روش هشانه، بریت میلا میکنن بین خوندن تورا با تقیت شفار، با شفار زدن. من این گوشه نوشتم چون این موضوع هم مهمه که نباید در روش هشانه گریه کرد، همونطور که پاسخ در نخمیا میگه التی تبالو و التیف کو، چون ازرا و نخمیا که میان از ارس خیلی از اسرائیل ها بودن که متاسفانه زن گوییم گرفته بودن، نصیحتشون میکنن و مردم روز روش هشانه مردم ناراحت میشن، شروع میکنن گریه کردن و تشوبا میکنن، قول میدن که همه رو طلاق بدن و جدا بشن. انجام میدن؟ خیلیشون انجام میدن، بله اکثریت. بعد میگه که نخمیا بهشون میگه که التی تبالو، عزاداری نکنید و التیفکو گریه نکنید، لخو برید ایخلو مشمنیم، برید بخورید چیزای مشمنیم، چرب و چیلی، غذای خوشمزه، اشتو ممتکیم، بنوشید شربت ها، غذای نوشیدنی های خوب، رعال تاس و ناراحت نباشید که خدمت از اونایی هی معوز خیم، زیرا شادی خداوند اون قدرت شماست. روش هشانه کیپور باید گریه کرد، کیپور باید گریه کرد، ولی روش هشانه چون یوم توبه به هیچ وجه نباید گریه کرد، باید تشوبا کرد ولی گریه نباید کرد. و عزاداری خسف شانه نمیخونن و یعبور اشتباس، این رسم اشتباس، این رسم اشتباس. حتی حریزال هم که گفته و یعورا بخونن میگن که اینا قبل، چون در گفته های شاگردای حریزال تزاده، یه جا گفته توی امتو و یعور نگن، یه جا گفته و یعور بگن، اینجوری جواب میدن که اون چیزی که گفته و یعور بگن اون مال جوونیشه، بعدن خزر شده، بعدن یعنی میشنا اخروناش، یعنی حرف آخرش این بوده که نه و یعور نباید گفت در روز روش هشانه، به خاطر همین نباید گفت. و در یوم یامیم توبیم، کلن یامیم توبیم سر قریت هتورا به روش هشانه ترتیب خوندیم و اینا، این هم خوندیم. میریم سیمان تاو قوفه ه برکت هشفار، برخای شفار ساریخ لیتقو هم معومد، لازمه که تقیا بزنن معومد و رسم دارن که تقیا میزنن بر روی بیما، بیما جاییه که ما بهش میگیم توا یا میشکان، در مکانی که میخونن اونجا سفر تورا. چی؟ مورد نداره، رسمه. و صحب کنیم میرسیم میشنا بر رای آلف رو ببینیم. بخن هبراخا ساریخ لیود با عمیدا، همینطور براخا رو باید ایستاده گفت مثل همه براخاهای میسواها. بعد میگه معومات، همونطور که پاسخ میگه یوم تروا یه لاخم، روز تروا باشه برای شما. و ما یاد میگیریم لاخم یا لاخم ها گزراشوا از لاخم در مورد عمر، که در مورد عمر گفته شده که مهاخل خرمش بقاما، معنای سادش یعنی از زمانی که شروع میشه داس در سنبله ها، یعنی دروی سنبله ها قربان عمر را تقدیم میکنیم، ولی میگیم مهاخل خرمش بقاما، بقاما یعنی استاده، یعنی باید هرچی در مورد های چیزایی که نوشته شده لخم ما میگیم بقاما، باید استاده باشه. مثلا سیسیت هم همینا گدیلیم تحصیل آخر در کم نه پاسوق شمع اسرائیل، بله بله واسو لخم الکنف بگدخم. خب پس خرمش بقاما، پس باید حتما استاده گفت التیقر بقاما الا بقوما. و نوشته ماگن ابراهام که بر طبقه این نباید تکیه کرد برای چیزی در به شکلی که اگر اون چیز گرفته بشه اون طرف میفته. بعضی مثلا به میشکان اینجوری تکیه میدن، این مشکل داره، بعد اگر که اونا برش دارن نیفته. بله که این عمیدا محسوب میشه مثل نشستن و مزالک بدیعوت، حتی اگر که تقیه کرد میوشاف کاملا یادسا، چون این قرا اسمختا به آلماست، این اسمختاست فقط و لخط خیلاست. و جماعت را، این مهمه، و جماعت را که دارن میشنون تقیوت را زحمت ندادن به اونها که بیستن به خاطر احترام سیبور، و همچنین چون در آینده خواهند شنید
ایستاده اون تقیوت را که بر ترتیب براخه های ملخویوت زیخرونوت، یعنی در اصلا تو خزاره اشاره اخسی برو در لخش آینده ایستاده میشنون. به خاطر همین تقیوت اول رو میگن تقیوت دیم یوشاف، علتش اینه، اینجاست یسودش. ولی رسم ماست که در اصلا اکثر جایی هم که من دیدم با وجود که میکاردین میتونن جماعت بشینن همه میستن، بله میتونه بشه، بله. و اخشاب نه خود میشنا برورم میگه و حالا رسم دارن جماعت که بیسن همشون حتی در زمان تقیوتی که میزنن قبل از موساف، یعنی تقیوت دیمیوشاف. و افعل بیکن با این وجود خونده میشن تقیوت دیمیوشاف به خاطر اینکه اجازه هست در دستشون که بشینن. و اگر یاخیدی میشنوه تقیوت را که خارج بشه از اونها و در آینده نخواهد شنید بر ترتیب براخه‌ها، مثلا یکی تو خونش مونده شما رفتید برای شفار بزنید، این باید حتما بیسته. صریح میدینا لعمود لازمه که از اساس قانون بیسته و بشنوه. اگر بلد نیست این فردی هم که میزنه میتونه بگه، بهتره اون بگه، یعنی شفار یکی دیگه میزنه. بله میشه. خب قدم میریم هلاخای بد. قدم شیط با یوارخ، این پس خیلی سوالا که داشتید اینجا برطرف شد. قبل از اینکه تقیا بزنه براخا بگه لیشموا قل شفار، ما نمیگیم لیت قوش با شفار، چون اصلش زدن شفار نیست، شنیدن شفاره. ما یه علاقات جلوتر داریم، شما اگر برید شفار رو وارد مثلا یه خمره بکنید بزنید صداش نشنوید یا خوب صدای خودش رو نشنوید صدای انعکاسش رو بشنوید، از ید خدا خارج نشدید با وجود اینکه شفار زدید. پس میسوا زدن شفار نیست، میسوا شنیدن شفاره. معمولا اصل کلال اینه که اگر با هلاخا تضاد نداره آدم مطابق منهاج مکان میره. جایی که با هلاخا تضاد نداره، لویه آدم از جنبه درخرسه که آدم نش لویه آدم یوشف بن عمدین بلو امید بن یوشفیم، اگر با هلاخا تضاد نداره میبینه اکثریت دارن چیکار میکنن همونجوری میره. بله. و براخا بگه شیخ یانو و فرقی نیست، چون که بین این یه بار اخلاسمو، چون که براخا بگه برای خودش یا اینکه قبلا خارج شده و براخا میگه که یاد خوبا دیگران رو خارج کنه، با این وجود توقعه میتونه براخا بگه هر دو براخا ها را. ولی خب اگر که اون خود طرف بلده براخا بگه که میدیم خودش بگه. و ایتقد تشرت و بزنه تشرت سه دفعه، تشرت سه دفعه، ترت سه دفعه. اوکی. و خوبه که تقیا بکنه در سمت راستش، راست دهانش، اگر امکان داره که تقیا بکنه اینجوری، یعنی بهتره که شفار رو سمت راست دهان بذارن نه سمت چپ، چون سمت راست همیشه سمبول یامینه و یه سرطوبه. و دلیل دیگه هم یه لحظه میشنا برورم میاره، میگه میشوم دیختی و اساتان اومد الیمینو لسیتنو. پاسوق میگه ساتان ایستاده بود بر سمت راستش که ساتانی بکنه، و سمت راست کسی که داره میگه میشه سمت چپ، چپ اون کسی که جلوش داره میبینه، متوجه این؟ در نتیجه ما چپ و سمبول ساتان و یسرها راست. خب نه اون حواسش از شما جمع‌تره، حواس شما پرت میشه، حواس ساتان پرت نمیشه. خب لخن یعفو خشفار لمالا، و همینطور شفار رو جوری بگیره که به طرف بالا باشه، این طرف پایین نگیره، طرف بالا، چون یه پاسوقی هست میگه آلا الوهیم بیتروا. خب ایم علاقای گیمل ایم هیت خیلیت خو اولو یا خل هشنیم یشنیم اخه، اگر یکی شروع کرد تقیا بزنه نمیتونه کامل کنه، یه دفعه وسطش برید یکی دیگه میدیم کامل کنه، و حتی سه نفر یا چهار نفر و کافیه با اون براخایی که براخا گفته اولی، و این به شرطی که اون کسایی که توقعه آخری در زمان براخا باشن.
و حتی اگر براخا گفت و نمیتونه تقیا بزنه اصلا، دومی میزنه بدون براخا و براخا لبتالا هم نمیشه. نظر به اینکه دومی هم داره از ید خوبا خارج میشه با اون براخایه. بله نه حلاخای دالت اخر توقیع ولو شال یخسی بور لخط خیلا، یکی دیگه باید تقیا بزنه و نه خودش شال یخسی بور، به خاطر اینکه قاطی نکنه، به موقع وسطش قاطی نکنه. و این هم مفتاخ، و اگر مطمئنه که برمیگرده به تفیلاش و مشکلی پیش نمیاد، رشای لیتقو هم میتونه خودش هم بزنه، به خصوص امروزه که سیدور داریم و از رو سیدور میخونیم مجازه. هگا و دوغا فقط تقیوتی که بر ترتیب تفیلاس اصوله که شاری اخسی بور بزنه اگر مطمئن نیست، اما تقیوتی که میخونن به اون تقیوت دیم یوشاو، تقیوتی که میشینن یعنی اونایی که قبل از تفیلای مصافی مجازه که شالی اخسی بور بزنه، و اگر شالی اخسی بور نمیزنه تقیوت میوشاو را، شایسته است که اون توقعه بزنه همچنین تقیوتی ها که بر ترتیب براخاست، چون یه قانون داریم همتخیل به میسوا عمریم لو گمور، کسی که یه میسرایی شروع میکنه بهش میگه خودت هم تا تش برو، خودت هم پایان بده، یه کلاله، یه اصله، همتخیل به میسوا عمریم لو گمور، کسی که یه میسرایی شروع میکنه بهش میگه آقا خودت هم پایان بده. نه حتما هر میسوایی، مثلا یکی فرض کنید این مسئله شو مثلا از چیز یاد میگیره، از خود قبورای یوسف صدیق، کی شروع کرد که یوسف رو بیاره بیرون از مصر؟ موشه ربنه. خب ولی در نهایت آنوس شد و نتونست خودش اجرا بکنه قبوراشو، در نهایت تو ارس قبرش کنه چون خودش وارد ارس نشد، و به خاطر همین این میسوای به اسم موشه ربنه در نهایت نوشته نشد. متوجه این؟ از اینجا یاد میگیرن خخامین که آدم یه میسوایی ها شروع میکنه، شما مثلا فرض کنید یه کلاس گذاشتیم یه گمارایی میخونیم، خب یه میسوایی شروع کردی عمریم رو گمر، این میسوا رو کامل کن، چه معلمه وسطش قطع نکنه بذاره بره به یکی دیگه بده، چه شاگرده وسطش استعفا نده بره. متوجه این؟ یا هر موضوع دیگه، مثلا شما فرض کنید یه کس که داره یه صداقه میده، یه کمکی میکنه به یه شخصی برای احتیاج داره، اگر میتونه عمریم لو گمر بهش میگیم کلن کمکش کن و نیازش رو برطرف کن تا تهش رو برو تو همه زمینه ها. دقیقا اینا همه این مسئله که دارن از ما گرفتن، دقیقا همون. آفرین. به اسم اون خونده میشه؟ نه همونجوری، نه ترواگه دولار چند نفری میزنه؟ یعنی چی؟ عیبی نداره. کجا این رسمه؟ ابریشمی این کارو میکنه؟ عیبی نداره. آقای باروخیان رو دارن عصبانی میکنن. خب نه شفار زدن خدا رمبان میگه رمبان مینویسه که خوقه، دلیلش در تورا گفته نشده و اخل پیکن رمزیش بود، یه رمزی توشه به خاطر اینکه رمزه که او روی شنی میترده مدخه، بیدار شید ای خفتگان از خواب غفلت، تشوبا بکنید، این رمزشه، ولی اصل علتش ما اصلا نمیدونیم که علتش چیه. تو هرمبام اینا نوشته، یلغوت از هرمبام آورده. خب جان بیم جلو. خب و درقا تقیوت شل صدرت فیلا اصول شل یخسی بولیت خواه، اینا خوندیم. نوعگیم لغرود لیفنه اتوقی، رسمه که میخونن در مقابل کس که داری شفار میزنه ترتیب تقیه ها رو کلمه به کلمه، نمیگن تقیه تروه تقیا، میگن همه رو میگن، این رسمه. چی؟ وسط لخش هم میکاردین میتونه. بله به خاطر اینکه اشتباه نکنه. چی؟ نه این حرف نیست، این موضوعیه که ارتباط داره به همون مسئله. و ناخن هو، و این درسته، و
در میشنه برورای شماره یودخت می نویسه که حمید پله شخریت، کس که داره شخریت می خونه مغره لعتوقه، اون می خونه به توقه، و در جایی که یش مرسه دق، کس جایی که هست مرسه دق، نه مرسه دق این خودبادنده، یعنی کسی که رابه، خب هو مغره اون می خونه. بله ندید یکی دیگر رو بیارید وسط تقیه گم تقیهاریشون های اقره الفان ها ونشنید تقیه های اول هم اون خودش بخونه افلگر دلو شخیخ کلکاخ شیطه. با وجود اینکه شخیخ نیست که آدم رو تقیه های اول اشتباه بکنه. بله ولی خب بهتره که توی لخش دیگه نگن، ولی میکاردین میشه. مثلا لخش هم بود، ما هم جلو بودیم، الان میتونیم برگردیم صدا بزنیم که برگردن درستان اشتباه، هیچ کسی نمیتونیم، مثلا یه شبانی ما زیاد کش یه شبه، نه ما یک کار عدیم یاد خوبا خارج شدیم، اگه اشتباه بکنم که زیاد هم بزنه چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونیم لخش همونو قطع کنیم، به خاطر این موضوع برگردیم، مقرد خارج نشدیم، یه شبه رو تقوی ها زدیم تو سیتای اولی از یاد خوب. چی؟ اونی که اون بالاست بغلشه بگه، ولی نه اینکه یکی جلو وایساده تفیلای لخششو قطع کنه برگرده عقب بگه. جو بگه شبه بله هنوتل ساخال لیتکو از شفار به روششانا، کسی که موز میگیره که بزنه شفار در روششانا، یا به خاطر اینکه تفیلا بخونه یا اینکه ترجمه کنه در شبات ها یومتوا، نمیبینه از اون مزده سیمان براخا. به خاطر همین اگر میخواد مزد بگیره باید حالتی باشه که حولا بکنه، یعنی چند تا کار دیگه هم انجام بده رو هم یه پولی بگیره. متوجه این؟ نه دیگه این همون نیست، با حولا. نباید بگه آقا این مزده بیا، این مزده شفار زدن شما تو روش هشانه، که شما مثلا شفار زدی از من تفیلای مثلا روز خل هم خوندید یا داراش هم روز خل به شست خوندید، رو هم میگن آقا به خاطر همه این زحمات شما اینقدر مثلا به شما میدیم، این حولاست، نمیگن به خاطر اون کاری که توی روش هشانه یا روز شبات کردی. متوجه شدید؟ به حولا بگیره، با حالت بلعیده شده بگیره. نه اصلا بحث مقاطعه کاری نیست، یعنی هکر نباشه مستقیم بگی این ساخار روز شباته، قاطیه با ساخار دیگه. قوانین شفار روششانا، شفار روششانا میسواش اینه که میسوا مین هم مفخاری که بشل عیل مال قوچ باشه، گوسفند نرا میگن قوچ، خب مال قوچ باشه، متوجه این مال گوسفند نر باشه، و کافو و خم خمیده هم باشه. بعد شفار هست که خم نیست، جوری حالت همشون حالت نیم دایره داره، ولی حالت خمیده باشه، پیچ خورده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه با عیل باشه، به خاطر ذخر یاد بوده الوش لیستاقا بینو. پیچ خورده باشه این حالت سمبولیکه که بله بدید، خب اینو دارید زودتر رو کنید، خدا براخا بده. بله این قوچه، بله این همش خوبه. خب اینی که گفت به طرف بالا بزنه اینجوری بزنه، اینجوری نکنه، یعنی مزرجه چی؟ نریگه اینجوری نزنه، اینجوری بزنه، لخط خیلا اینجوری بزنه. این معنی صاف باشه یعنی چه شکلی میشه؟ همین اینی که اومده یه اونطوری بالا نمیره صاف، اونی که صافه که لخط خیلا نیست چه شکلی؟ این حالتیه. حالا میگیم، الان میگه. خب کافوف هم هستی که ذخر اینه که قلبشون آدم بشکنه، قلبش رو کافوف بکنه، خم بکنه در مقابل هشم، خضوع و خشوع پیدا کنه. جان سر شفار را نه ما خیال نیم. خب و بدیعود کل شفار را، تمام شفار را کاشرن، چه این که پاشوت باشن صاف باشن، چه کافوف باشن. میسواد در مورد اگه کافوف باشن بیشتر از پاشوته. شفار گاو پاسوله به هر شکل،
و همینطور شاخ اکثر حیوانات که یک استخونه و نیست در داخل اونها زخروت پاسوله. ببینید شاخ اوچ داخلش یه حالت گوشتی داره، خب دو از دو شکل عضروفی از دو چیز تشکیل شده، یکی از قسمت کراتینی بیرونش و یکی قسمت گوشتی داخلش. خب شما اگر شاخ قوچا ببرید وقتی زنده است خون میاد دردش میگیره، ولی شما شاخ گاوا یا شاخ فیل شاخ داره تو شهر شما بس این شاید یه نوع خاص فیله، خب اونا را یا شاخ گوزن را اگر ببرید هیچی خون نمیاد، چون همش یکیه، یعنی قسمت داخلی نداره، کلش کراتینه. خب اونایی که کلش کراتینه پاسوله، شاخی که شاخی کاش یا گاو هم پاسوله به خاطر اینکه کلش کراتینه، اصلا قسمت تخ نداره، زخروت نداره. چی؟ زخروت یعنی اون قسمت داخلیش و زاخاره، این نقواس، این نقواس اون زاخاره، اون داخلشه، متوجه این بمونگن زخروت. چی؟ بخوام میگه به خاطر اینکه قرن خونده شده اون بحث میاره، بعد میگه هر دوش قرن خونده شده، ولی کلن علتش اینه که اگر یعنی کلال اینه، اگر که دو تا به اصطلاح دو قسمت داره این کاشره، اگر فقط یه قسمت داره پاسوله. و خن شفار می به هماتما پاسول، و همینطور شفاری که از حیوان تامه درستش کردن پاسوله. شما ممکنه برید یه حیوان تامه مثلا همون فیل شما پیدا کردید، حیوان تامه است دهنه جه، اگر شفار درست کردین پاسوله، اونم پاسوله چون یه تیکه است با وجود اینکه حیوان کاشریه. قوچ، گوسفند، بوز اینا میشه، همین هست. بله یه سری حیوانات هست، غزال مثلا اینا هست که یه شاخش حالت قوچه، اونا میشه. نمیدونم داخلش تخ داره یا نه، اگر تخ داشته باشه میشه. کسی که دوزید شفار رو رفت که غیازت با اون از ید خوبا خارج شده، حتی اگر مایوس نشدن صاحب ها از اون. و میشنا به روی تت میگه که ننگه ایل خط خیلا باشه میسوها با بر راست بدی اول وینو دومه و شبیه نیست به لولا و مسا و سیسیت دوزیده شده که اونا حتی بدی اول هم آدم از ید خوبا خارج نشده، به خاطر اینکه میسوای شفار نیست مگر فقط شنیدن، و در مورد شنیدن قانون دزدی وجود نداره، با شنیدن دزدی نمیشه. شره بیش میاد تو که اینک در شنیدنش اصلا دست به شفار نمیزنه، و بنابراین با وجود اینکه تقیا کرد در اون به ممنوعیت گازل، نظر به اینکه اصل میسوا که یعنی شنیدن ممنوعیت گازل نداره از ید خوبا خارج شده، خود اونم از ید خوبا به دیعوت خارج شده و خلزه به شتاقه، و تمام این در صورتی که دیگه تقیا کرده یعنی به دیعوت. اما لخط خیلا آسوره که تقیا بکنن در شفاری به زور علی رغم میل صاحب شفار، و حتی اگر معیوز شدن صاحباش از اون، و صد البته که نباید براخا گفت بر شفار دزدی، به خاطر اینکه ما یه قانون داریم بسه برخ نیه سشم، همچین کس که دزدی بکنه براخا بگه این مثل بی احترامی کردن بشه، اصلا براخا محسوب نمیشه، اصلا نکنه این کارا. بله ولی نکنه این کارا، براخا لبطلا میشه. چرا نگفته بسه برخ نیه سشم، بسه برخ نیه سشم، نمیتونه براخا بگه، براخا نمیگه ولی میزنه دیگه. بله بله براخاش هم نگفته، نه اصلا نکنید روز روششانه، آدین روششانه نکنید. تا قبل شفار شل عبادت کو خب، اگه خیلی مجبورید برید یه جایی درا رو ببندید یا وشکی در پنهانی. اگر تقیا زد در شفار عبادت کو خویم، شفار بت پرستا، اگر اون اسرائیل لویاتسا شینا بتلا علمه، چون اون باطل نمیشه هیچ وقت،
و اصول به هناس به خطوته میختد چیوره و چون امیدت ریسرفاس باید سوزوندش، ما حساب میکنیم که مثل اینکه خطوته میختد چیوره، اندازش کم شده. اول بشل عبودت کخاوی میشل عبود کخاوی. اینا آخه ارتباطی با ما نداره. دالتش هم ولش کنید، دالا اینا رو پیدا کن، هر هم ولش کنید، واو بریم. هایا قلو آو میود او دق میود. اگر صدای شفار خیلی زخیم بود یا خیلی نازک بود، شفار مثلا خیلی مردونه یا شفار خیلی زنونه، ببینید این جیغ جیغوه این مدل، این مردونه است، خیلی هم صداش بلوفه. بچه گونه هست دقمه آده. خب حالا اگر صداش هر جوری بود کاشره، که تمام صداها کاشرن برای شفار، دیگه نگفتن صداش زخیم باشه یا نازک باشه، هر جوری بود اوکی. این بیا حلاخای زین، او این حلاخای زین دیگه خیلی طولانیه، قانونای سوراخ شدنشه که خیلی جزئیات هم داره، به عزرتش فردا اینو بیارین، باز به امید خدا همینا ادامه میدیم. به خاطر اینکه سیمان نشانه و علامتیه که آدم قلبشو